اما ما میدانیم این عیسایی که 2000 سال پیش آمد دوباره نیز خواهد برگشت. موقعی که بنده کوچیک بودم میگفتن عیسی مسیح در سال 2000 میاد و در مردم معمولا این اعتقاد وجود داشت. اون موقع بنده انجیل رو نخوانده بودم که بدونم مسیح وقتی رو تعیین نکرده. اما در هر صورت بازگشت ثانوی عیسی مسیح واقع بسیار پرشکوه و پرجلالی خواهد بود. موقعی که او به آسمان صعود میکرد و شاگردان هاج و واج به بالا نگاه میکردن، دو فرشته ظاهر شدن گفتن ای مردان جلیلی چرا ایستاده به سوی آسمان نگاه میکنید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا رفت دوباره خواهد آمد. به همین شکلی که او را دیدید رفت خواهد آمد. بزرگترین واقعی که باید در دنیای ما رخ بده بازگشت پرجلال عیسی مسیح خداوند است. این داماد آسمانی، این شاه شاهان، این مالک هستی ما دوباره خواهد آمد. شبان اعظم گله خواهد آمد. برای بردن عروس خودش کلیسا خواهد آمد. برای داوری این جهان خواهد آمد. برای برقراری سلطنت عادلانه‌اش خواهد آمد. حقیقتاً آمدن عیسی مسیح یک موضوع قطعی و حتمی است. یک تئوری نیست، یک اعتقاد نیست، یک حدیث و روایت نیست. آمدن عیسی مسیح یک حقیقت مطلق است. کتاب مقدس با این دعا تمام میشه. آخرین دعای کتاب مقدس این است: ای عیسی خداوند، بیا. بیا. آیا میتونید اینطور دعا کنید؟ آیا آماده اید برای استقبال او؟ اگر امشب او بیاد شما آماده هستید؟ بنده آماده هستم. ما این سرود را امشب خواستیم عزیزان در پایان بخوانند که در کنار میلاد 2000 سال پیش، در کنار آن گذشته باشکوه، به یاد بازگشت باشکوه او نیز باشیم و در پایان همه ما به بازگشت او فکر کنیم و این دعا را صمیمانه بکنیم که خداوند بیا، ما را از این دنیای فانی و پر از ظلم، پر از فساد و بی‌عدالتی برهان. تو امید ما هستی، بیا. ما منتظر تو هستیم و ما باید خود را برای این بازگشت آماده کنیم. بیایید در سرودی که عزیزان می‌خوانند همه ما در دعا باشیم و با این دعا از اینجا خواهیم رفت. بعد از این سرود، آه عیسی بازگشت نما. این هم از سرودهای دیگری است که مدیون برادر عزیز ما برادر هایک هستیم.